سلام این اپیزود دوازدهم پادکست بی پلاس و در مهر 97 منتشر میشه بی پلاس پادکستیه که در هر اپیزودش من علی بندری یک کتاب غیر داستانی رو به صورت خلاصه برای شما تعریف میکنم در اپیزود دوازده رفتیم سراغ یک کتاب دیگه از آقای ملکوم گلدول با عنوان بلینک یا در یک چشم به هم زدن گلدول رو الان دیگه فکر کنم بشناسیم اگر اپیزودهای قبلی بی پلاس رو شنیده باشیم کتاب استثنایی ها اوتلایرز رو ازش داشتیم کتاب نقطه عطف تیپینگ پوینت رو داشتیم و جفتشون کتابهای جالبی بودن خوشفکر موفق خوش صحبت پرفروش کتاباش ایدههاش جالبه روشش جذابه برای نگاه کردن به مسائل نویسنده ای هم هست که کمابی شناخته شده است در زبان فارسی کتاب ازش ترجمه شده برای همین میشه کتاباش رو به زبان فارسی هم پیدا کرد و خرید یادآوری میکنیم که بعضی از کتاب هایی رو که خلاصهشون رو در اپیزود های قبلی بی پلاس تعریف کردیم الان میتونید با تخفیف از طریق لینک هایی که توی بی پلاس پادکست دات کام گذاشتیم بخرین بعضیاش نسخه صوتی بعضیاش نسخه کاغذی بعضیاش هم نسخه دیجیتال این یه کاریه که ما دوست داریم بیشتر بکنیم همینطوری دوست داریم که به اون لینک ها اضافه کنیم برای همین توی هر اپیزود نمیگیم که چی هست چی نیست به خاطر اینکه معلوم نیست که زمانی که شما این رو میشنوید این لیست شامل چند تا کتاب بشه ولی این رو میگیم که سایت چک کنید اگر که به همچین چیزی علاقه مند هستین اونجا تخفیف هست میتونید بعضی از این کتاب ها رو بخرین و یک کمکی به پادکست هم هست منبع اصلی ما در این اپیزود هم مثل بقیه اپیزودهای پادکست بی پلاس سایت انگلیسی زبان بلینکیسته این کتاب کتاب صدای بود وقتی که در 2015 منتشر شد مخالفم البته گفتیم همون موقع کم نداشت ولی ایدهش حالا نه انقلابی ولی بحث برانگیزه کتاب پرفروشی بود همین الان در آمازون چهار و هم ستاره داره از پنج ستاره در گودریدز هم خیلی ست و نه هم ستاره داره کتاب محبوبیه از همون موقع انتشارش تا حالا هنوز کتاب محبوبی هست در ژانر پاپ ساینس کاری هم که میکنه اینه که یک باور عموما پذیرفته شده رو میگیره و یک کم قلقلکمون میده و ممکنه بعد از خوندن کتاب حتی فکر کنیم که به اون باور اولیه دیگه اعتقادی نداریم و نظرمون عوض شده از خلال مثالهای متعدد این کار میکنه و یه پلی میزنه بین مثلا تحقیقاتی که انجام شده و منتشر شده و مایی که عموما مصرف کننده مواد آکادمیک نیستیم تحقیقات و مقاله ها و اینها نیستیم ولی خب از دونستن نتایجش خیلی وقتا ممکنه که خوشمون بیاد لذت ببریم به چیزی یاد بگیریم این کتاب درباره سنپ, سنپ جاجمنت سنپ این تصمیم های سریعی که ما ناخداگاه میگیریم بدون اینکه خیلی اصلا بدونیم که داریم همچین تصمیمی میگیریم بدونیم که جوانب امر رو خوب سنجیده باشیم اصطلاحاً و نشونمون میده کتاب که این یک ابزار مهمه یک ابزار کارآمده برای تصمیم گیری و بعدتن جلوتر توضیح میده که چه خطراتی ممکنه داشته باشه استفاده از این ابزار و چطوری میتونیم جلوی ضررهای احتمالیش رو بگیریم. قصه اینه که مغز آدمیزاد برای تصمیم گیری معمولا دو تا استراتژی داره. یکی اینکه آگاهانه اطلاعات رو دریافت کنه و پروسس کنه موقعیت رو سبک سنگین کنه مزایا معایب رو لیست کنه و بعد یک تصمیم منطقی بگیره که چراهی بره این یک فرایند کنده و خیلی وقتا واقعا انقدری ما وقت نداریم که اینطوری بخوایم یک مسئله ای رو حل کنیم برای همین در طول فرایند تکامل یک استراتژی دیگری تولید کردیم تکمین کردیم که خیلی سریعتر کار میکنه به اسم سناپ جاجمنت و این به جای تحلیل بر اساس احساسات و شهوده این استراتژی دوم به مغز کمک میکنه که بعضی از معمولیت های سخت و پیچیدهی که داره در این مسیر تصمیم گیری اینها رو محول کنه به زمیر ناخداگاه ما بدون اینکه ما درست بفهمیم که چرا و چجوری زمیر ناخداگاه ما میاد مثلا در یک چشم هم زدن سریع ارزیابی میکنه موقعیت رو و تصمیم میگیره که بهترین راه کدومه و به ما نتیجه رو اعلام میکنه ما آگاهانه دخیل نیستیم در این تصمیم گیری خیلیا به این سنپ جاجمنت اعتماد نمیکنند و همیشه دنبال تحلیل دقیق اوضاع هستن برای اینکه بهترین تصمیم رو بگیرن میگن که ما باید تا جایی که میشه اطلاعات جمع کنیم بعدن وارد تحلیل بشیم و بعد از اینکه تحلیل کردیم تصمیم بگیریم اما وقتی که به نتایج تصمیمگیری ها نگاه کنیم چیز عجیبی که وجود داره اینه که تصمیم های شهودی خیلی وقتها خیلی بهتر و برتر از تصمیم هایی بودن که بر اساس تحلیل گرفته شدن. مثلا کارشناس های تنیسی هستن که وقتی که مسابقه رو تماشا میکنن خیلی شهودی و حسی میتونن بگن که سرویس خطا میشه قبل از اینکه طرف سرویس رو بزنه. نمیتونن دقیق برای شما توضیح بدن چرا ولی درست میگن شهودشون بهشون درست میگه که سرویس میخواد به خطا بره یا مثلا کارشناسان خبره آثار هنری هستن که اینا در یک نگاه میتونن بگن یه کاری اصله یا تقلبیه یه چیزی انگار بهشون میگه که مثلا یک کار کپیه ولی نمیتونن توضیح بدن چرا معمولا فقط بعد از اینکه اعلام نظر کردنه که میتونن بشینن و توضیح و دلیل منطقی رأیشون رو پیدا کنن ولی قضاوت اولیه رو در نگاه اول حسی کردن شهودی کردن در خیلی از موقعیت ها الگوهایی و نظم و قواعدی هست که زمیر ناخداگاه ما سریعتر از مغز منطقیمون تشخیصشون میده اینها دقیقا همون موقعیت هایی هستن که به این تصمیم های شهودی و حسی باید اعتماد کرد توشون نیازی به تحلیل نیست دقت البته معمولا چیز مثبتیه اما نکته اینه که اگه شما منتظر باشه که همه اطلاعات رو جمع کنی بعد تصمیم بگیری خیلی وقتا کلاهت پس معرکه است معمول اینه که شما باید روی یه سری داده مهم تمرکز کنی و بقیه رو کلا بذاری کنار برای اینکه تصمیم بتونی بگیری در زمان مشخص مثلا فرض کنیم شما یه معمولیت دادن یه زوجی رو گفتن برو در نظر بگیر ببین که رابطه اینها دوام میاره یا اینکه جدا میشن از هم شما میتونی بگی که آقا من میرم کار درستتر اینه که شما دنبال یکی دو تا علامت کلیدی باشی در ارتباط بین این دوتا که مثلا اگر یک نشانی از تحقیر یا اهانت بین اینها دیدی این معمولا نشونه ای از این که کار اینا جلوتر ممکنه بیخ پیدا کنه اما اگه شما دنبال این که مثلا یکی دو تا که دیدی پیدا کنی این حرفا نری بگی که نه من باید تیکه تیکه همه اطلاعات رو جمع کنم و بعد تصمیم بگیرم ممکنه اصلا انقدر اطلاعات بی ربط بریزه سرت که اصلا متوجه اون نشانه ها چند تا نکته بزرگ نشی مثلا همش حواست به دستشون باشه به پاشون باشه به موقعیت بدن به حرفای ریز و درشت و همش داری اینا رو مشاهده میکنی ضبط میکنی اصلا اون نگاه تحقیرآمیزی که یه لحظه رد و عدل شده و من که دارم بر اساس سنپ جاجمنت اینجا رأی میدم همون رو دیدم و بر اساس همون تصمیم گرفتم رو شما نمیبینی به خطا میری از این نکته مدیرای یه بیمارستانی در شیکاگوی استفاده هوشمندانه کردن در اورژانس بیمارستان ها یه کار مهم تشخیص سکته قلبیه اینا آمدن به دکتراشون گفتن که آقا از این به بعد اطلاعات کمتری از مراجع جمع کنید مریض که میاد اطلاعات کمتر بگیرین یعنی چی؟ یعنی کسی که مثلا با درد قفسه سینه میاد اینجا ما از این به بعد دیگه فقط ازش فشار خون میگیریم و نوار قلب دیگه بقیه اطلاعات مثل سن و وزن و جنسیت و سابقه پزشکی و اینا همه رو کلا ندیده میگیریم چشم پوشی میکنیم اصلا زبط نمیکنیم نتیجه چی شد؟ قصه البته طولانیه هر کدوم این مثالایی که اینجا داریم میزنیم تو کتاب یه، یک چپتره ولی خلاصهش قصه این شد که این بیمارستان شد یکی از موفقترین و بهترین مراکز در آمریکا برای معاینه درد قفسه سینه برای تشخیص سکته قلبی این برخلاف تصور اولیه ماست دیگه ما فکر میکنیم معمولا که هرچی اطلاعات بیشتر تصمیم بهتر حال که به نظر میرسه اینطوری نیست توی خیلی از موقعیت های تصمیم گیری ناخداگاه ماست که میاد این اطلاعات رو بر ما جدا میکنه در لایه زیری مغز ما در ناخداگاه یکی میگه که آقا این اطلاعات مهمن اینا مهم نیستن علک میکنه اطلاعات رو برای اینکه بتونه تصمیم رو سریعتر بگیره علت این که ما میتونیم انقدر خوب تصمیم شهودی بگیریم اینه که ناخداگاهمون این کار علک کردن رو خیلی خوب انجام میده همونطور که یک متخصص رابطه قشنگ میدونه کجا باید دنبال نشانه های تحقیر در رابطه زوج بگرده ما هم برای گرفتن اون تصمیم های شهودی چند تا تیک اطلاعات حیاتی رو خیلی ماهرانه انتخاب میکنیم و بقیه رو خیلی راحت میذاریم کنار خیلی سریع میذاریم کنار این کار ما در زندگی روزمره زیاد میکنیم مثلا در مسائل عشقی همون اول که کسی رو میبینیم میدونیم که جذبش شدیم یا نه یا مثلا فوتبالیستایی که میگن شم گلزنی دارن که شم گلزنی کمکشون میکنه که همیشه در بهترین موقعیت باشن برای گلزنی اینا هم قصه همینه یا یه مثال عجیبتر بعضی از سرمایه گذاره هستن اینا میگن ما کمر اون که درد میگیره میفهمیم که وقت فروختن سهامه همه این موقعیت ها اینطوریه که تصمیم در قسمت ناخداگاه مغز گرفته میشه ولی خب خیلی از مردم ترجیح میدن که پشت تصمیماتشون عدد باشه و تحلیل باشه و نمودار باشه و اینا واسه همین اول تصمیم رو شهودی میگیرن بعد سعی میکنن براش توضیح منطقی بتراشن ممکنه مثلا دروازبان بعد از بازی بیاد بگه که بله من این شوت هایی که گرفتم این تک به تک که گرفتم به خاطر این بود که در زمان مناسب در جای مناسب بودم در واقع داره با این توضیح چیزی به شما نمیگه کماکان قصه اینه که واکنش اتوماتیک مغز و بدنش بوده که کمک کرده که این تک به تکو بگیره توضیح دادنش واضحتر نمیکنه فرایند تصمیم گیریش رو شبیه همین اگر به یکی بگن شما چجور آدمی دوست داری یه لیست بلند بالا میده که مثلا اینا خصوصیات یک شریک خوب و مناسب برای منه ولی آدمی که در نهایت انتخاب خواهد کرد واقعا ربط زیادی به این لیست نداره چون آدم وقتی جذب یکی بشه نمیره سراغ لیستش بلکه شهودی و حسی عمل میکنه و در بیشتر مواقع هم این حس و شهود برخلاف اون چیزی هستن که اون لیست منطقی که آدم ها از قبل نوشتن نشون میده خیلی از تصمیم ها رو ما تحت تاثیر این زمیر ناخداگاهمون میگیریم شکلی که این زمین ناخداگاه روی تصمیم گیری های ما اثر میگذاره هم شکل خاص و مشخصیه یه مثال بامزه مال یه مطالعه یه توش سری آدم آوردن یه بورد گیمی بازی کنن یه بازی که تو شرکت کننده باید یه سری سوال جواب بده سوال های معلومات عمومی هست سوال های فرهنگی هست مثلا اینکه نمیدونم چند تا رئیس جمهور آمریکا تک فرزند بودن مثلا اسم اولین آلبوم تیلور سویفت چی بوده از این جور سوالا توش زیاده. خلاصه کسی که بخواد ببره باید اطلاعات عمومیش واقعا زیاد باشه یه سری آدم رو بردن برای این بازی اینا رو دو گروه کردن قبل از شروع بازی به یه گروهشون گفتن که شما فکر کنید به وضعیت یک استاد دانشگاه که مثلا چی کار میکنه و چجوری هست و اینا به گروه دیگر گفتن که شما به یک هولیگان فوتبال فکر کنید به این طرفدار آشوبگر تیمای فوتبال فکر کنید اینا یه خود فکر کردن و بعد گفتن که خب بریم سر بازی عملکرد این دوتا گروه در بازی با هم خیلی فرق میکرده اونایی که به استاد دانشگاه فکر کرده بودن که تیپیکلی آدم با داناتریه آدمی اینتلیجنتیه اینا بهتر بازی کرده بودن از اون یکی گروه که به یه طرفدار مثلا هولیگان فوتبال فکر کرده بودن که بازم تیپیکلی آدمیه که خیلی انتظار دانشی ازش نمیره با توجه به اینکه سطح این بازیکنها سطح این آدمایی که توی تست شرکت کردن یکی بوده نتیجه این آزمایش به ما میگه که این اسوسییشن ها این وابستگی های ذهنی تداعی های ذهنی اینا روی عملکرد بازیکن ها تاثیر گذاشتن یعنی فکر کردن به یک آدم داناتر باعث شده که اینا یه جور دیگری جواب بدن به سوالا خیلی جالبه زمیر ناخداگاه ما دقیقا همینطوری کار میکنه یک سری وابستگی ها و یک سری تداعی داره که همینطوری میان رو تصمیم گیری ما اثر میذارن یعنی چی؟ یعنی مثلا بیشتر ما یاد گرفتیم که به صورت ناخداگاه و بی اراده ویژگی هایی مثل سفید بودن و نر بودن و قد بلند بودن رو ربط بدیم به کیفیت هایی مثل قدرت و کفایت آه. حتی اگر فکر نکنیم یه مرد سفید قد بلند از یک زن سیاه پوست قد کوتاه قوی تره ناخداگاه خیلی همون این پیوستگی رو در زمیرمون ساختیم در دنیای واقعیت هم همین اتفاق افتاده یعنی این تصمیماتی که در زمیر ناخداگاه ما گرفته میشه نتیجهش این شده که واقعا موفقیت در زندگی هرفهی برای مرد سفید پوست قد بلند راحت تر شده حتی یه مطالعه هست نشون میده که هر یک اینچ بلندتر بودن قد میتونه متناسب دونسته بشه با فلان قد بیشتر بودن حقوق پستای مدیریتی رد بالا تقریبا منحصرا در اختیار مردهای سفید قد بلنده در آمریکا یه نمونه تاریخی جالبم کتاب مثال میزنه یه آقای به اسم وارن هاردینگ یه کسی بوده که بعد از جنگ جهانی اول به خاطر اینکه قد و قواره ریاست جمهوری داشته شده رئیس جمهور آمریکا آدمیه که نه مهارت خاصی داشته نه لیاقتی از خودش نشون داده بوده هیچی سفید بوده و قد بلند بوده و مردم خیال کردن که این مرد کاره دیگه این آدمیه که به درد ریاست جمهوری میخوره و رئیس جمهوریش کردن از غذا امروز به عنوان یکی از بدترین رئیس جمهورهای تاریخ آمریکا اسمش در تاریخ مونده اسپانسر این اپیزود پادکست بی پلاس ماناپی مانا یک اپلیکیشن امن برای پرداخت که بانک پاسارگاد توسعش داده. با ماناپی میتونید پول کارت به کارت کنید و میتونین شارژ بخرین. میتونین برین بسته های اینترنتی شرکت های موبایل رو با هم مقایسه کنید، بررسی کنید اون چیزی رو که مناسبه بخرین. میتونین هم اونجا با خبر بشید اگر که بسته جدیدی آمده باشه، بسته های مناسبتی آمده باشه یا از این جور یک کد هدیه هم تعریف کردن برای شنونده های بی پلاس. دی نفر اولی که در اولین تراکنششون از کد هدیه BPLUS استفاده کنن B+ 5000 تومان شارژ هدیه میگیرن برای اینکه ببینید که چطوری کار میکنه و از این هدیه چطوری باید استفاده کرد ماناپِی bplus رو ببینید MANAPAY.COM/BPLUS MANAPAY.COM یه چیز جالب دیگه این که همه ما میتونیم ذهن خانی کنیم تا یک حدی کاری که باید بکنیم اینه که به صورت آدم ها دقیق نگاه کنیم چون حالت چهره آدم ها نشون میده دقیقا که به چی فکر میکنن یه چیز جالبتر هم این که حالت های چهره یک پدیده جهانی هن. یعنی چهره خوشحال و عصبانی و ناراحت همین جا یکی. اما آدم دارن که اوتیسم دارن و اینا حس رو تا بهشون نگی متوجه نمیشن از روی چهره نمیتونن تشخیص بدن که یه کسی ناراحته یا خوشحاله حالا نکته اینه که بقیه آدما هم ممکنه زیر فشار استرس موقتا دچار اوتیسم بشن وقتی که ما در استرس هستیم ممکنه به خیلی از سیگنال های غیر مستقیم مثل حالت های چهره بی بشیم چون همه ی حواسمون رو استرس داریم دیگه همه ی حواسمون رو داریم میدیم به اون مهمترین اطلاعاتی که دور هست که همون اطلاعات درباره خطری که داره تهدیدمون میکنه و به همون استرس داده همین حالته که گاهی باعث میشه که افسر پلیس یک آدم بیگناه رو بکشه چون همه ی حواس پلیسه به تهدید اسلحه هست اسلحه‌ای که طرف ممکنه از جیبش در بیاره و انقدر استرس این رو داره متوجه این نشانه آشکار نمیشه که طرف چیزی که از جیبش در آورد کیف پول بود نه تفنگ چون همه ذهنش متمرکز شده روی تفنگ همه که این از جیبش در میاد فکر میکنه تفنگه و شلیک میکنه استرس میتونه به اوتیسم موقتی منجر بشه و برای اینکه از این حمله های ناگهانی اوتیسم بخوایم دور بمونیم باید استرس رو در محیط کم کنیم هر چه استرس بیشتر باشه احتمال این موتیس موقت بیشتر میشه و از یه حدی که بیشتر بشه استرس نظام منطقی فکری کلا جمع میشه و آدم ها ممکنه مطلقا پیش بینی ناپذیر بشن حالا خطر این استپ ها و این تصمیماتی که زمیر ناخداگاه برای ما میگیره چیه واقعیت اینه که ما پیش ها و تعصب هایی داریم با ریشه های عمیق تحقیق کردن دیدن آمریکایا به سختی میشه که کلمه سیاه براشون چیز خوبی رو تدایی کنه این پیشداوری نا ناخداگاهانه حتی بین خود سیاه پوستا هم هست این به خاطر اینه که ناخداگاه از خلال مشاهده آموزش میبینه مثلا گردانندگان جامعه در آمریکا عموماً سفید پوستن برای همین ذهن ناخداگاه سفیدی رو تدائی کننده چیز مثبتی مثل قدرت میبینه مشکل بزرگ هم اینه که این پیشتاوری ها روی زندگی روزمره ما تأثیر میذاره رنگ پوست، جنسیت، قد در اینکه دیگران چجوری رزومه ای ما رو واسه کار بررسی کنن نقش داره اگر شما بخواید از شر این پیش قضاوت ها و تعصب ها رها بشید راهش اینه که چیزهای جدید تجربه کنید، آدمهای جدید ببینید، مشاهدات مغز رو متنوع تر کنید ناخداگاه اینطوری عادت میکنه و اینطوری آموزش میبینه در یک آزمایشی دیدن که تعصب نژادی یه دانشجو بر علیه سیاه پوستا وقتی که مسابقه یه تیم آمریکایی رو میدید که همه بازیکناش سیاه بودن کم میشد یعنی علاقش و احترامش به تیم باعث میشد که اون اثری که رنگ پوست بازیکنا روش میذاشت از بین بره چون میگفت اینا دارن تیم آمریکا میجنگن دیگه در معرض تجربه های جدید بودن و مشاهدات متنوع داشتن کمک میکنه که از ضرر این پیش قضاوت ها کم کنیم یک کار دیگه ای که باید بکنیم برای اینکه در امان باشیم از پیش داوری هایی که در ناخودآگاه وجود داره و ممکن روی تصمیمات ما اثر بد بگذارن اینه که از اطلاعات نامربوط پرهیز کنیم یک مثال جالب هست اینجا باز سالهای سال میگه در دنیای موزیک باور این بود که ویولون رو مثلا فقط مردا باید بزنن چون زنا توش خوب نیستن زن نمیتونه خوب ویولون بزنه انقدر این پذیرفته شده بود که هر چقدر هم یک خانمی با استعداد بود و خوب بود انتخاب نمیشد برای این کار وقتی که میرفت برای تست برای آدیشن مصاحبه میگفتن که نه ما خانم نمیتونه ویولون بزنه دیگه کاری که کردن این بود که مصاحبه رو بردن پشت پرده داوطلب از پشت پرده میزد و داورا نمیدیدن که این مرد یا زنه قضاوت منحصرا بر اساس توانایی انجام میشد و اینطوری طبیعتا راه زنا باز شد به ارکسترا در سرتاسر سر جهان چیزی که این مثال نشون میده اینه که گاهی برای درست کردن یک قضاوت شهودی تنها کاری که باید بکنیم اینه که یک مقدار اطلاعات بی ربط رو کلا حذف کنیم حذف این که این مرد یا زنه باعث میشه که اثر پیشتاوری که در ذهن و زمیر ناخداگاه وجود داشته از بین بره پیغام اصلی کتاب اینه که فرایندی هست به اسم سنپ جاجمنت که توش مغز انسان میتونه در یک چشم به هم زدن تصمیمات شهودی بگیره و به ما نشون میده کتاب که خیلی وقتا این تصمیم شهودی از تصمیم های زمانگیر مبتنی بر اطلاعات زیاد و تجزیه و تحلیل بهتره. بعدا این رو هم توضیح میده که خیلی وقتایی هم هست که این تصمیم های شهودی چون در ناخداگاه گرفته میشن بر اساس پیش قضاوت ها و تعصب هایی هستن که درست نیست و بر همین یه مقدار کتاب آخرین فصلاش توضیح میده که چطور باید از مذرات این پیش قضاوت ها تصمیم های شهودیمون رو در امان نگه داریم چیزی که شنیدین اپیزود دوازدهم پادکست بی پلاس بود این اپیزود بی پلاس رو من علی بندری به کمک امید صدیق فر درست کردیم بی پلاس یک هفته در میون چهارشنبه ها منتشر میشه از اولی بهش شروع شده الان دیگه کم کم داریم میرسیم آخرای فصل یک فصل یک آذر تمام میشه بی پلاس رو از همه اپلیکیشن های پادکست و از ساند کلاود و از ناملیک و از سپاتیفای و بی پلاس پادکست دات کام میتونید بشنوید معرفی کنید لطفا بی پلاس رو به کسانی که دوست دارن کتاب بخونن و دنبال کتاب تازه میگردن یا به کسانی که دوست دارن کتاب بخونن ولی نمیخونن به هر دلیلی چون هرچند که جای کتاب خوندن رو نمیگیره شنیدن این پادکست ها ولی حداقل مغز کتاب رو و اون ایده مرکزیش رو میده بهمون به همونطورم همون هم که اول پادکست گفتیم شما الان میتونید ترجمه فارسی بعضی از این کتاب هایی رو که تو پادکست ازشون حرف زدیم از طریق سایت خودمون bplaspodcast.com با تخفیف بخرین میرین به پست مربوط به اپیزود تمرکز یا اوتلایرز استثنایی ها یا چرا ملت ها شکست میخورند یا صلحی که همه صلح ها رو برباد داد کتاب رو حالا یا الکترونیکیش رو یا کاغذیش رو یا توی بعضی از موارد صوتیش رو معمولا با تخفیف سفارش میدین و اینجوری هم حمایتی از بی پلاس میکنین همین که کتاب رو میتونین ارزونتر از قیمت اصلیش داشته باشین موقعی که شما این اپیزود رو گوش میکنین ممکنه با دیگرانی هم به توافق رسیده باشیم و این لیست طولانی تر شده باشه برای اینکه لیست کامل رو بتونید ببینید که چی میشه خرید سایت رو لطفا چک کنید این کار حمایت از بی پلاس هم هست راه دیگر حمایت از پادکست هم اینه که باز برین به bplaspodcast.com صفحه پشتیبانی و اونجا اگر خارج هستین با 16 دلار اگر که داخل هستین در ایران هستین با 48000 تومان پشتیبان کل فصل اول پادکست بی پلاس بشین ممنونیم از همه پشتیبان های مادی و معنوی پادکست ممنونیم از ماناپی اسپانسر این اپیزود پادکست از حسین نجفی سازنده موزیک اینتروی پادکست بی پلاس و از مهران بلحسنی طراح پوسترها و وبسایت پادکست بی پلاس پادکستی از چنل بی پادکست